یکی از کلمات بسیار ارزشمند امام باقر علیه السلام نامه ایست که به سعد نوشتن. در آغاز نامه به موضوعی اشاره میکنن حضرت که نیاز امروز جامعه ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فإنی اوصیک بتقوی الله فإن فیها السلامة من التلف والغنیمة فی المنقلب. تقوا موجب میشه که تو تلف نشی، سرمایه هات هرز نره، استعداد هات از بین نره و غنیمتی برات میشه برای اون دنیای تو. حالا ادامه بدیم، میفرماید و به تقوا نجا نوحون و معهوف سفینه. به واسطه تقوا نوح و اون آدم هایی که بهش ایمان آوردن باز کشتی نجات پیدا کردن. صالح و قومش با تقوا از سائق نجات پیدا کردن. تقوا یعنی چی؟ مراقبت. مراقب باش. فلانی آدم مراقبیه. به همین جریان ویروس که اومده، پزشکا مدام میگن چی؟ مراقبت کنید. مراقبت کنید، دستتون رو بشورید. روبوسی نکنید، مراقبت کنید. دستتون رو به هر جایی، به هر محیط آلوده‌ای نزنید. درست، این مراقبت دیگه. چیز بدیه مگه؟ بعضی ها هستن اصلا اهل مراقبت نیستن، وقتی بهشون میگی میفتن تو مراقبت، یه حس تازه پیدا میکنن. حالا تقوی الله با مراقبت های عادی فرقش چیه؟ مراقبت های عادی مثل اینکه کورمال تو تاریکی دست بکشی، مراقب باشی به چیزی نخوری. این مال وقتیه که تو خودت داری مراقبت میکنی از دنیا، مثل همین مراقبت های عادی بهداشتی و دیگر مراقبت هایی که تو زندگی هست، مثل مراقبت تو رانندگی که تصادف نکنی، که خب این اون سطح حد اقلی مراقبته. خیلی شیک و زیبا و قشنگم هست. یکی دیگه این که آدم ها مراقب باشن حرف خدا زمین نیفته. اینجا مراقبت هزار برابره. در روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هر کی مراقبت بکنه امر خدا رو، خدا از او مراقبت میکنه. اثر مراقبت خدا از ما خیلی بیشتر از اثر مراقبت ما از خودمون هست. بعضی وقتا آدم مراقبت میکنه بزرگترین منفعت خودشو، مراقبت میکنه نظر خدا رو، میشه تقوی الله. مراقبت میکنی مثل کودکی که مراقبت میکنه اما تو بغل باباشه، تو بغل مادرشه. صد برابر کودک اون باباشه که مراقبت میکنه از نیفتادن او، از صدمه نخوردن او. همین کودک رو شما بخوای بزنی، دستشو میگیره، سپر قرار میده، مراقبت میکنه چیزی بهش نخوره. ولی مهمتر از اون دست باباست که دفعه میاد جلو و مراقبت میکنه. ما برای منافعمون باید مراقبت بکنیم. مراقبت کردن شرط اول موفقیت در زندگیه. مراقبت کردن یعنی دقت کردن. آدم با تقوا یعنی آدم با دقت. خود اهل مراقبت بودن شیک، قشنگه، کهنه شدنی نیست. این دیگه سلیقه نیستش که بگی تو سلیقت دینداریه، من سلیقم این نیست. یه پزشک اهل دقته. شما چجور خوشت میاد از آدم دقیق، از آدم مراقب؟ خدا هم خوشش میاد دیگه. خیلی زندگی شیکیه. بعد میفرماید ان الله عز وجل یقی بالتقوا عن العبد ما عذب عنه عقله. میفرماید خدا حفظ میکند به وسیله تقوا بنده خودشو. هر چی به ذهنش نرسه، هر چی به فکرش نرسه، هرچی عقلش کمک نکنه اون چیزا رو بفهمه، خدا جبران میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماد چیزی که تو به ذهنت نمیرسه، چیزی که به عقلت نمیرسه، چیزی که از تو پنهانه، من کجا میدونم کدوم محیط ویروس داره کدوم محیط ویروس نداره، من وارد بشم وارد نشم. یکی از بیماران همین کرونا برای خودش داره متن میگذاره روی صفحه و میگه من مریض شدم و رفتم و بعد دیگه الان داره خوب میشه. و اینو میگفت، میگفتش که من هرچی فکر میکنم که مثلا چی شد که من این ویروس رو گرفتم، هیچی به ذهنم نمیرسه. آدم متوجه نمیشه که. و
ولی خدا اگر مراقب آدم باشه چی؟ این ویروس داره به ما چی میگه؟ میگه مراقبت تو افزایش بده. اصلا کل زندگی همینه. مراقبت کردن اگر رسید به اونجا که شما مهمترین مسئله‌ای که میخوایی مراقبت کنی رضایت خدا باشه، یجعل له مخرجا، خدا برای او راه باز میکنه که از مشکلات در بیاد بیرون. وقتی که همه تو بنبست گیر کردن، هر کسی مشکلات تو زندگیش زیاد شد، یه مقدار سطح مراقبت خودش رو افزایش بده، نمازش رو اول وقت تر بخواند، با دقت تر به جا بیاورد. اون وقت این که شما نظر خدا رو مراقبت بکنین که نظر خدا زمین نیفته، نگاه خدا بی احترامی بهش نشه، امرش رو مراقبت میکنین، تمام منافع دنیایی خودتو بهتر تأمین میکنین. مضمون کلام امام باقر علیه السلام. ما در بلایا نیاز به مراقبت داریم. میخوای از این بیماری و هر مهلکی نجات پیدا کنی با تقوا، و تقوای زبان، تقوای گوش، تقوای چشم، این تقوا رو افزایش بده، آثارش رو به وضوح خواهی دید.